دوباره یه مسابقه دیگه توی باشگاه فیلم برداری کردم با زاویه بهتر، با کوالیتی بالاتر، با صدای بهتر. این همه اینا باید تجربه بشه تا یه ویدیو خوب از آب در بیاد. بریم با هم دیگه این بازی رو نقد و بررسی انجام بدیم، جوابای کامنت های شما رو هم بدم و کلی اتفاق خوشگل و باحال با هم دیگه رقم بزنیم. بی معطلی بریم این ویدیو رو با هم تماشا بکنیم. به سراغ بگو چرا من اینطوری بریک کردم. صحنه اول بازی با حاشیه شروع شد. ناگو منی که انقدر خفن همیشه بریک آف هم انجام میدم، حالا رو ویدیو بهتون نشون میدم. ببین زدم چی شد. خب برو اول عینک تو در بیار که حواست به عینکت نباشه که یه همچین سوتی بدی. اوکی، اینجا دارم با اگر اشتباه نکنم آقای محمد رضا احمدیان بازی میکنم، بازی اول هستش. بسیار انسانان شریف محترم و اینکه بازی 3/5. ببینیم چه اتفاقاتی رقم میخوره. خیلی کامنت های مثبت و خوبی گرفتم سر این ویدیوها و نقد و بررسیاش، خیلی هم کامنت های اشتباهی گرفتم. مثلا طرف میاد میگه بازی ضعیفه. میگم که نسبت به کی؟ یعنی جواب که نمیدم قاعدتا یه همچین چیزی رو. نسبت به چی؟ نسبت به خودم؟ نسبت به بازیکن مثلا جهانی؟ مثلا منو با رابرتسون داریم مقایسه؟ با کی؟ نسبت به کی؟ بعد این جواب نداره. میگه که خب تو که آموزش میدی چرا مثلا بریک نمیزنی؟ میگم ببین این جواب کامنتاتون دارم اینجا میدم دیگه عزیزم. بیلیارد و اسنوکر مثل زبان میمونه، فراره. یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که شما مدام مرتب منظم صحبت نکنی، تمرین نکنی، الان دارم زبانشو مثال میزنم، خب نمیتونید روی اون نظم و ترتیب بازی بکنی. اینا هرچی الان میبینی میزنم از روی تجربمه. اوکی، و همین با این دید نگاه کن که یه بازی داره نگاه میکنی، چالشیه، باحاله، و اینکه نکاتی هم اگه به ذهنم برسه به شما میگم. اما در رابطه با این دوست عزیز محترم به شما بگم، من ایشون رو نمیشناسم و اینکه بعد یه چیز به شما بگم. من تا اونجا که تونستم، حالا هر اگه دقت بکنید تو بازیام یه نمه داره به قول معروف بازی روونتر میشه. خب اینجا رو ببین بچه ها راستی. خب اینجا الان میگی چرا من زدم، توپ افتاد و الان آقای احمدیان عزیز داره میزنه. زدم چوبم دوبار خورد به کیو بال، بلند شدم اعلام کردم آقا من همچین اشتباهی کردم. در رابطه با آقای احمدیان بخوام نظر رو کامنت بدم که چه بازیکنی هستش. از نظر من این ما یه دونه اصطلاح داریم، البته برای بوکسورا و برای ورزش های رزمی به کار میره، میگن طرف استریت فایتره، یعنی بازیکن خیابونیه، یه همچین چیزی داره. حالا معنیش چیه؟ یعنی اینی که بازیکن تجربی من ایشونو دیدم، یعنی که مثلا دوره خاصی نگذرونده باشه، صرفا روی اه به اه به لانگ شات سلامتی رو میبینیم از آقای متقی. یلا صبر کنید تا به شما بگم. بله، عرضم به حضور گرامتون که یه کوچولو اگه بگین که چه اتفاقی افتاده روی ضرباتم که تغییر کرده بهتون جایزه میدم. بریم سراغ این قصه. داشتم در رابطه با آقای احمدی ها میگفتم که چه بازی کنیه. نظر شخصی من ها میتونه بهم کامنت بده بگه آقا نه اشتباه میکنی، من فلانه بیسانه اله بله. بازی کنه تجربی دیدم ایشونو و میدونی از کدوم بازی کن هاست؟ از اون بازی کن هاست که اگر نتونی تو بازی مهارش بکنی خیلی زود دستش گرم میشه و اذیتت میکنه. یعنی اگر باهاش یه کوچولو باز بازی بکنی، یه کوچولو به قول معروف
توپ بهش بدی اذیتت میکنه، روانش آزاد بشه، به قول معروف داستان داره. اینجا رو ببینید بچه ها، حتی این بچه هایی که میگم ببینید، آقا پات کردم پاور زیاد بوده و صورتی رو نگرفتم. این تو چه به ناکن این صورتی زاویهش رو ببین، خوشگل توپو میخواستم اوکی بکنم ولی زیاد بوده پاور، و همین سادگی. بریم سراغ ادامه ماجرا، ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. 24 27 14 اسکور من هستم. این خیلی بد زدم، باورم نمیشه. قیافه منو دیدین؟ باورم نمیشه اون توپ نیفتاده. بچه هم تو که میبینین زاویه بهتری پیدا کردم برای فیلم برداری، کیفیت ویدیو افزایش پیدا کرده، صدای ویدیو تغییر کرده و امیدوارم که از تصویرم لذت ببرید. توی مسابقات هم شرکت بکنید، حتما میتونید به پیج ما مراجعه بکنید و ثبت نام بکنید، استوری میذاریم خیلی راحت، میتونید که شما هم شرکت بکنید، هیچ منعی وجود نداره. معمولا 32 نفر هستیم، هر جمعه بازی از 11 صبح شروع میشه و جذابه. خدا رو شکر فعلا با بازی بچه‌ای که بازی کردم هیچ کنون بازی کن تکراری نبوده. تکراری هم باشه مهم نیستش، بازی که جدیده فرق نمیکنه. مثلا مثل اینمونه که آقا چون سالیوان با هنری به درد نمیخوره این بازی، چرا؟ نه 18 بار با هم بازی کردم. میشه همچین چیزی؟ تو خودم اونو با اونا مثال نزدم، کلی خواستم بیس قصه بیاد دستت. اینجا خواستم هم رس بردارم، گفتم که توپو میتونم بیارم جوری که بازیکن دستش رو میز نذاره و نزدیکترین حالت به باند باشه. عاشق چسبوندن توپم. خب جا دیدم که بهترین جا وایستاده بود برای اینکه قرمز رو بزنم، دیگه اورجینال پوزیشن ندادم بهشون. آخ ببین یه چیز توی میدل پاکت های این شکلی چند بار میزنم نمیفته. خودم خیلی تمرینی میدونم، خیلی ذهنی میدونم این موضوع رو، ولی یه زمانی خیلی میدل پاکت رو خوب میزدم. اصلا کلن کورنر پاک اینجا اف پیچم نگرف، اون اسپینی که میخواستم در رو نایمد. اورجینال پوزیشن از پشت اس کردم. من سعی میکنم همیشه از اون حالت تکون نخورم که قلقش بیاد دستم که دارم چی کار میکنم. 18 امتیاز منم. جام این چه توپی بود، چه توپی بود زرده. حتی میز میز ویراکا اموان ها، فکر نکنید دهنه گوشادی داره. کوتیولو هم بدشانسی اووردش آیا احمدی هم تو این فریم. ذهن مریض منو ببین، میخوام ارزی اونو اسنوکر کنم. فکر کنم ماسک شدم یا نشدم، فکر کنم شدم. آره شدم. همیشه گفتم وقتی جلویید فکر کنید عقب هستید، بسته بازی بکنید. فکر کنی که الان من تو ذهنم این باشه که آقای احمدیان 18 امتیاز جلوه. اینجا میخواستم بیام پشت مشکی، اینو بد زدم. از سبز
ببین این دیگه تو دهنه پاکت در اومده خب، ولی من باز هم نها کن چه توپ اشتباهی رو زدم، چه توپ غلطی رو زدم. اسکور ببین چنده، فریم بال من بود، اصلا نیاز نداشتم به هیچ چیز دیگه ای. روی توپای فریم بالتون خیلی دقت بکنه. اینجا من دیگه فریم شدم، آبی رو زدم. اینجا آقای احمدیان قبول کرد من توپا رو ریختم رو میزای، و فکر نکنین یهو دستام بردم به توپا خودم ریختم. این عجب سیفی بود، گیر کرد ولی عجب چیزی بود. یعنی موقعی که با یه نفر بازی میکنی، دو تا توپ باش رد و بدل میکنی، متوجه میشی که چه نوع بازی کنه، چه سبک بازی کنیه. یعنی حتما نباید قبل بشناسیش چطوریه چطوری نیست. هر بازی کنی یه قلقی داره. البته اینو به شما بگم، هر وقت بازیت با بازیکنهای مختلف عوض شد، بدون هنوز تو دسته آماتورها هستی، این یادت باش. این حرف حرف چیزم هست، چند وقت پیش از تو صحبتهای هنری هم اینو شنیدم، گفتم من برام هیچ فرق نمیکنه با کی بازی بکنم، من با همه همینم، با همه همین سبکی بازی میکنم. خیلی درسته این حرفش. اینجا ببین کجا زدم، اینجا زدم، ببین کن موسو، ببین اینجا من زدم. من یه حسی هم بهم دست داد آقای احمدیان، فکر کنم قلق میزه دستش نبود، یه همچین حسی داشتم، چون تا حالا تو باشگاه همش رو ندیده بودم. حس کنم که اومدم اونجا برم برای سبز. جان عاشق این اسنوکر کردن ها، دیوونه میشم اصلا. نه کجا نگردشتم، خیلی نامردیه. میدون چیه، من داشتم با یکی بازی کنم صحبت میکردم، گفتم این من الان تجربه فقط داره میزنه، تجربه خب توی سیف انقدر با بازیکنهای قدیمی و به قول معروف دیگه تو ذهنم هست دیگه، بازی کنه که سیف خوبی داشتم بازی کردم، اینو یه کار رو خیلی خوب میتونم انجام بدم. پات کردن نیاز به تمرین زیاد داره. یعنی مثلا این توپی نیستش که من بخوام میس بکنم، این چقدر میس میشه و چقدر توپ داده میشه. میگیری چی بهت میگم، مگه توی بازی شما چند بار جای خطا داره؟ اینجا توجه کن، من توپ خیلی آروم زدم. چرا؟ موقعی که چیز خاصی ندارید بعد از اون توپ، دنبال جانگولر بازی نباشید، هی تلق و طلوق صدا بدید. الان من میخواستم اونو محکم بزنم، احتمالش اصلا مشکم نیفته. میگیری چی بهت میگم؟ پس اون توپ رو ساده بزن، امتیازش رو بگیر، بعد برو یه ضربه سیف بکن به همین راحتی. مثل این جزء ضربات بد من بود. چی بود من زدم؟ بعد میبرمش تو پشت زیر دقیقه همینجا که کیوبالو آقای احمدیان اوورد. مثلشون محمد رضا احمدیانه. نه من خودم از خودم موقعی که واه چه لانگ شاتی، چه لانگ شات خوبی زد، ریکلا تو بعد بچسبه زیر باند. موقعی که سیف میکنی بازیکن باید محدود باشه. ببین یه چیز بگم، توی این ضربات احتمالش اگر با اون قبه خورده میکرد بیاد بالا،
همیشه هدفگیری که میخوای بکنی یه توپ اون بالا هدفگیری بکن اگه نمیخوای بندازیش که اون توپه جون اون ضربه رو بگیره، که اون توپه نیاد بالای میز، حالا یا پایین میز یا بالای میز هستید. باریکالله. این چه سیف بدی بود. یادتون باشه همیشه کیوبالتون رو باید توی محدوده بریک بیلدینگ نگه دارید. سناکن توپای برشی رو اینا نیاز به تمرین داره. خیلی برای خودم عجیب بود که من میدل پاکت ها رو خیلی خوب میزدم، الان اصلا انقدر عجیب و غریب میزنم، چه آروم چه محکم، شوکه میشم که مگه میشه همچین چیزی. اوه کیوال بعد جای داره میره، کیوال بعد جای داره میره. اوه رفتیم پشت شمشادا، رفتیم پشت شمشادا. اوه سومین بار که دیگه خارج میشه. آها بچه، در رابطه با اورجینال پوزیشن توی مسابقات باشگاهی جلسه گرمم شد، کلافه شدم. نکته توی مسابقات باشگاهی اورجینال پوزیشن سه بار چه شکلی اجرا میشه؟ الان یه بار من میزنم در نمیاد، از اونجا به بعد شما سه بار میتونی برگردونی سر جاش. اگه امتیازی بهت بگم بهتره، فرض بگی خطا همه 4، 16 امتیاز میتونه جا به جا بشه. اوکی، حالا این وسط ها میخوره به مشکی و میخوره به آبی و صورتی و مشکی و اینا، خب ولی اینا عددش رو بهت گفتم که بدونی دقیقا چند بار میشه. 32-16 آیا احمدیان جلوه تقریبا دو برابر من. آخ 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 این بده به نیما از این توپا برسه. دقیقا تقریب باری کلا، آفرین توی مرحله اول خارج شد، آفرین. دوباره بریم چیزی شکار میکنیم. نه پاور ضربه درست بود، پاور غلط. جان قلنج میزو شکوند آقای متقی، باید ببینیم آقا این حیفه. نه کنیم دو منظوره زدم، ببین تو منظوره زدم، گفتم بزنم اگر پات بشه که اونجا توپ دارم نگهدارم، از اون طرف هم اگر نیفته میاد بالای میز. ببین اینجا اول تو ویدیو الان نشون نداد، اول رفتم نگاه کردم ببینم کجا نگهدارم اسنوکر میشه، بعد ضربم رو زدم. بعد به ما کن یه دونه اسنوکر خوب پشتش، خیلی راحت توپ میتونی بگیری. اوکی، پس خیلی مهمه که سیف و خوب انجام بدی. تازه من الان از نظر خودم سیف هم ضعیفه، اون سیفی که رو تمرین هستم انجام میدم این چیز عجیب غریبی میشد، ولی فعلا راضی کننده است. دکی های احمدیان یه باری کلا پنجم نزدیک زد. اینجا میخواستم بکوبم که بیام پشت صورتی. اسکور چیه؟ 6-7-13 امتیاز آقای احمدیانه.
میدونی تو خواستم چیکار کنم؟ خواستم صورت سفید و پشت مشکی نگردارم، ولی اینجا فکر کنم اسنوکر شد، فکر کنم. بله این شانسی بود، من خواستم پشت مشکی نگردارم، خوب نزدم. نه قاعدتا اینو با اینقدر اختلاف برای پات نزده بودم. آه شانسی آوردم. اف بازی رو ببین. آقا یه چیزی اینجا نگه دارم. یه لحظه ببین. اینجا آبی رو زدم. خب. ببین چقدر خوشگل واسه صورتی نگه داشتم. اینجا فول بال شد با صورتی. ببین چقدر خوشگل پشت مشکی. ده. اگه بهم بگی که چرا این مشکی نیفتاد به جدا از تمرین، اگه گفتی چیه به جایزه بهت میدم. اگه گفتی چشم قالب، چشم قالب من راسته، موقعی که تو تمریناتون انجام بدید باید این موضوع رو در نظر بگیرین که کدوم چشمتون چشم قالبه روش کار بکنید. ولینگ با حال نمیده اینطوری. ببین من برد این شکلی و ناکو مشکی رو این کجا زدم. توپ به این سادگی رو به این سادگی برد این شکلی، حالا اخلاق من این شکلیه، برد این شکلی حال نمیده. دوستاشم همون پاکت میافتاد فریم رو میگرفتم، عذرخواهی هم کردم ازش، همینجا هم دوباره ازش عذرخواهی میکنم. البته بازیه، توپا گرده، 6 تا هم پاکته، یه جا میافته، شانس جزوی از این ورزش و بازیه. ببین آکن میدل پاکت رو چی کار دارم میکنم. کیوبال افتاد. آقا در رابطه با آب خوردنم یه چیزی به شما توضیح بدم. یه دونه بطری آب معدنی، حالا چه 1.5 لیتری، چه کوچیک چه بزرگ، حال ترجیحاً بزرگ باشه بهتره. خیلی کم آب بخورید، آب رو در حد مثلا اینکه یه قلوب بخورید، نه قلوب نه. خب که صرفاً چون شما بازی میکنین گرم میشین، انرژی دارین از دست میدین، عرق میکنید. و الان یه قرص خوب پیدا کردم که تمام، چون میدونی که آبی که دست ما میرسه آب 1000 بار تصفیه شده است، یعنی تمام مواد معدنی و ارزم با حضور گرامتون که مواد مغذی که برای بدن داره هیچ کنون توش نیست، چه توی آب معدنی هایی که میخرید چه توی آب آشامیدنی هایی که میخرید. این قرص رو تازه باش آشنا شدم، چه یادم رفته که تمام اصلا اگه دوست داشتم من مرسی یادم رفت چی بود. تمام نیازهای بدنت رو قرص چیز نیست، جوشان موشان اینا مال ویتامین مولتی ویتامین اینا نیست، تمام نیازهای بدنت رو که از طریق آب باید به بدنت برسه توی این قرص هست و خیلی میزونتون میکنه، خیلی چیز عجیب غریب خوبیه. اینجا خودت با نظر پزشک بریم بخور اینا، به حرف من چیز نکنید. ببینی اه 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 نه کن دیگه قاطی کردم دیگه، تو پاقه به این سادگی تو باید بزنی میدار پاکت دیگه. بعد مثلا بچه من میخوایم بدونی مثلا من چقدر میدل پاکت رو خوب میزدم، مثلا آبی رو بذار سر جاش، کیوبال رو بذار اینجا. من یک آخ نیما رو ببین، آقا نیما رو ببین، لانگ شد اول ببینی ببخش از خواهی میکنم. ببین اینجا یه ضربه دو منظوره بود، باز خواستم اینجا قرمز رو بزنم پشت مشکی نگردم توپم ندم. ببین به به مغزی از بغل، ولی پشت مشکی وای نمیسته، صورتی که داره. یه کاری که انجام دادم پاز و ضربه دلیوری که انجام میدم و بلند کردم توی این ضربات،
یه کوچولو بیشتر جواب گرفتم، یه کوچولو بهتر زدم و دیگه چی؟ همین دیگه. دیگه دستم باز بشه دیگه تلاپ و تلوپ میزنیم. و دیگه چه نکته هایی میخواستم به شما بگم؟ همین فعلا تا اینجای قصه. یه کوچولو احساس میکنم احمدیان بازیش به هم ریخت و نتونست اون بازی که ارائه میده رو ارائه بده. حالا نمیدونم، باید خودش بگه که گیر کار کجا بوده، ذهنی بوده، تمرین نداشته، نمیدونم. واقعا اورجینال پوزیشنی که بهش میدادم واقعا چیزی نبود دیگه. آخه من چی بگم، الان من زیر باندم، میگیری چی بهت میگم؟ گزینه غیر از اورجینال پوزیشن نداشتم. اینجا هم احتمالا میگم خودشون بزنن دوباره. بله، حتی خیلی خوب شد برخورد کرد. نه نشد. اوکی، چه عجب، ما یه بار میدل پاکت زدیم، چه عجب، باورم نمیشه. نیما چیه میزنی؟ نیفت دیگه. گفتم بازیه دیگه، این اتفاق میفته. ضربه استان میاد پشت مشکی، کوچولو هم قول معروف شانس هم با ما یاری کرده توی این بازی. بیشتر از این نمیتونستم ببرم دیگه، ولی باید بیشتر میبریدم، میافتاد. خیلی بد قلق بود، بد جا بود. واه چلا، چه عجب میدل پاکت. اینم روی کشش میز، میز نه، روی کشش ماهوت زدم و نمیافتم. یا اسنوکر شدم. نه، سبز جلو راش بود. نه، اینجا آیا احمدیان یه اشتباهی کرد، اختلاف روی میز بیشتره و نمیتونه اورجینال پوزیشن اعلام بکنه. حال دستش خورد مهم نیستش، بازی دوستانه است. بازی دوستانه که نیست، مسابقه است، ولی دنبال قاتل بروسلی نیستیم که. نمیدونسته، خیلی قشنگ مشخص رفتار. ببین بادی لنگویج چه یه آدم مشخصه که روی ناآگاهی این کارو کرده. و اینکه چون اختلافمون بیشتر از میز هستش، آبی هم نمیافته. این بر نیافتاد. خب رفقا، اینم بود از بازی اول توی این هفته از مسابقات که برگزار شد. منتظر مرحله بعد باشین. ویدیو بعدی هم میهمان ویژه داره، هم یه بازیکن خفن توشه. و اینکه خیلی منتظر این ویدیو باشین. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم، خیلی چاکرین. فعلا عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.